سلام، من آرش هستم. دنیای بیزینس به سرعت در حال تغییر از سیستم سنتی به سمت بیزینس‌های آنلاینه. توی این کانال من قصد دارم شما رو با بیزینس‌های آنلاینی آشنا کنم که نیاز به هیچ گونه سرمایه و تجربه‌ای نداره. پس در کانال ما سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید تا فردای بهتر رو بسازید. دوستان عزیزم سلام، آرش هستم از کانال بیز اینوست با معرفی و آموزش یک اپلیکیشن بسیار بسیار ضروری برای کسانی که دارن کار افیلیت مارکتینگ انجام میدن باتون همراه هستم. حتما تا انتهای این ویدیو رو به دقت ببینید، خیلی سریع توضیحش میدم و امیدوارم که به کارتون بیاد. اون دسته از دوستانی که جدیدن به کانال بیز اینوست پیوستن حتما سابسکرایب کنید که اطلاعات جدید رو و آموزش ها رو همه رو دریافت کنید. تو این کانال ما بیزینس هایی رو معرفی میکنیم که نیاز به هیچ گونه تجربه و سرمایه ای ندارن و شما میتونید به راحتی ازشون کسب درآمد کنید. اما نکته بسیار مهم، این ویدیو در راستای افیلیت کارهایی که مرتبط با افیلیت مارکتینگه و اگر که هنوز اون اطلاعات بیسیکتون و اطلاعات اولیه رو ندایی توی آرشیف میتونید ویدیوهای مرتبط رو پیدا کنید و از پتانسیلی که توی بازار افیلیت مارکتینگ هست با خبر بشید. بلا فاصله بریم سر اصل مطلب. میخوام یک اپلیکیشنی رو بهتون معرفی بکنم به نام اپلیکیشن ریپوست. اپلیکیشن ریپوست کار اصلیش اینه که شما میتونید از توی اینستاگرام، خیلی هستن که میخوان فروشگاه آنلاین توی اینستاگرام داشته باشن، خب حتما نیاز دارید یه سری اطلاعاتی رو ارائه بدید که مخاطبای خاص خودتون رو پیدا بکنید. مثلا میخواید روی یک رشته فنی تمرکز بکنید. مثلا من الان یک پیجی رو باز کردم که کارهای صنایع چوب رو انجام میده، ویدیوهای بسیار جالبی گذاشته، حالا از تکنولوژیهایی که پیشرفت که از محصولات و خدمات و چیزهای مختلفی که وجود داره. اینا کار اصلیشون اینه که دارن افیلیت مارکتینگ میکنن، اما نکته کلیدی اینجاست، تماشاچی، اون شخصی که من و شما باشیم، جذب کانال های مختلف میشیم به خاطر اینکه یک gain information، یعنی اطلاعاتی برامون داره، یک بار علمی، یک بار ارزشی برامون داره. در غیر این صورت اگه یه پیجی خالی باشه، مثلا کلی تبلیغ گذاشته محصول و این چیزا، چرا من باید برم مثلا سمتش خرید بکنم؟ چرا باید بهش اعتماد بکنم؟ پس در نتیجه شما در قدم اول نیاز به اعتماد سازی دارید با اون ارباب رجوع خودتون، با اون کلاینت های خودتون، با اون فالوور های خودتون. چه کار باید بکنید؟ پست هایی که شما میذارید، نظمی که دارید روی ارسال پست ها، جذب کردن توجه اونا و در این حال ارتباط برقرار کردن باشون لازمه کار شماست. نکته کلیدی اینجاست که شما توی اینستاگرام قانونی به نام کپی رایت ندارید، به همین دلیل خیلی راحت میتونید ویدیو رو بردارید و روی پیج خودتون مثلا بارگذاریش کنید. من میخوام الان از اپلیکیشن ریپوست استفاده کنم که میتونم به راحتی ویدیوها رو کپی بکنم، سیو بکنم، دانلودشون بکنم و ارائهشون بدم. فرض کنید من یک ویدیو رو انتخاب میکنم، این یکی ویدیو، این سه تا نقطه ای که این بالا هست رو میبینید، سه تا نقطه کوچیک گوشه بالا سمت راست، روش کلیک میکنم و کپی لینک رو میزنم. اپلیکیشن رو حتما از قبل نصب کرده باشید. ریپوست هم روی اندروید کار میکنه هم روی اپ استور، پس در هر صورت شما میتونید این اپلیکیشن رو دسترسی بهش داشته باشید. اما زمانی که اون ویدیو رو کپی میکنید، لینکش رو، ویدیو میاد لینکش اینجا این بالا قرار میگیره، خب و خیلی راحت کار بعدی که باید انجام بدید اینه که روی این ویدیو مثلا کلیک میکنید، میبینید در صورتی که بخواید کامل واترمارک رو بردارید، این اولش بهتون میگه، در صورتی که رایگان بخواید استفاده بکنید واترمارک ها رو میگه تو کدوم زاویه قرار بگیر، اما اگه بخواید کامل واترمارک رو بردارید خیلی راحت میتونید این مربعه رو بزنید که هیچ کدوم از واترمارک ها رو نداره، ولی یک هزینه یک مرتبه ای، یعنی یک بار یه هزینه خیلی کمی رو پرداخت میکنید، شاید هولوشه مثلا 70-80 هزار تومان باشه، پرداختش میکنید و این اپلیکیشن رو خریداری میکنید و خیلی راحت زمانی که این دکمه ریپوست رو میزنید ویدیو رو سیو میکنه توی اون گالری خودتون و
و دوباره زمانی که برگردیم به اینجا، تنها کاری که لازمه انجام بدید میبینید دیگه، ویدیو الان اومده اینجا قرار گرفته، کافیه روی همین ویدیو کلیک بکنید و ویدیو رو قشنگ پیستش میکنه و به عنوان یک پست میتونید ارسالش بکنید. حالا شما هر چقدر که پست های بیشتری ارائه میدید، مسلما مخاطبای شما هم بیشتر توجهشون به کانال شما جذب میشه و در صورتی که کمکار باشید، یعنی اون نظمه رو نداشته باشید، اطلاعاتی که میذارید و ویدیوهایی که میذارید جذابیت کافی نداشته باشه، خب مخاطبا هم با شما ارتباط برقرار نمیکنن. پس از این اپلیکیشن ریپوست میتونید به خوبی استفاده بکنید برای اینکه بتونید پیج خودتون رو با اطلاعاتی که جذابیت داشته باشه برای مخاطباتون پر کنید. اما مثلا این یکی از پیج های من هست که من درست که هم مخصوص مثلا فان بیشتر، یعنی ویدیوهای کمدی رو چیز میکنه، ویدیوهای حالا طنز و این چیز هست، ولی مدامن این کار رو انجام بدید و ناخواسته میبینید وقتی مخاطبای شما میان، کم کم با پستایی که شما ارسال میکنید ارتباط برقرار میکنن و حتما یک لوگو و یک برند و یک چیزی در نظر بگیرید مخصوص کانال خودتون. فرض مثال من هر کدوم از این ویدیوهایی که گذاشتم یک حالت لوگوی کوچیکم که اسم همون کانال باشه براش گذاشتم. میبینید دیگه بالای اون صفحه من اسم همین کانال رو گذاشتم که در اصل میتونه شخص ببینه و این پروگرامینگ بشه توی ذهنش. در هر صورت اینا همش از طریق ریپوسته و خیلی راحت میتونید پیج خودتون رو با اطلاعاتی که جذابیت داشته باشه پر کنید برای افراد و مخاطبا رو به خودتون جذب کنید. حالا لابلا شروع میکنید، بعد از یه مدتی که مخاطباتون با تون ارتباط برقرار کردن و اون اعتماد سازی صورت گرفته و حالا مثلا هر از گاهی چند تا مسیج هم براشون فرستادید، شروع میکنید پستای تبلیغاتی محصولات رو هم میذارید. اوکی، اینا هم تو ویدیو قبلی آموزش دادم، تو ویدیو قبلی آموزش دادم اگر میخواید فروشگاه آنلاین داشته باشید روی مثلا اینستاگرام چه کاری باید انجام بدید و فکر میکنم دیگه این مورد رو هم بتونید ازش به خوبی استفاده کنید. پس اپلیکیشن امروزمون هم اپلیکیشن ریپوست بود، ابزار بسیار قدرتمندیه و امیدوارم که بتونید به خوبی ازش استفاده کنید و نتیجه دلخواه خودتون رو بگیرید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. سابسکرایب، لایک، کامنت و هر سوالی هم داشتید من در خدمتتون هستم. دست خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. برای تماشای ویدیوهای آموزشی بیشتر و درآمدزایی بالاتر توی چنل من سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم بگید.